سرخط خبرها. شما تهران رو مقایسه کنید الان با لندن، تهران رو مقایسه کنید با برلین، تهران رو مقایسه کنید با پاریس. دفاع روحانی از عملکرد دولت در تامین مایحتاج مردم. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران از 1100 نفر گذشت. منطقه عبور آزاد شنگن در اغما، مرزهای آلمان با لهستان و اتریش با مجارستان بسته شد، بلژیک هم در قرنطینه قرار گرفت. بررسی 45 مورد مشکوک در افغانستان، همزمان کار ساخت یک بیمارستان ویژه کرونا در هرات آغاز شد. و جو بایدن پیروز انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها در 3 ایالت آمریکا، شانس برنی سندرز برای رویارویی با ترامپ کم رنگ شد. خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری ایران از اقدامات دولت برای مقابله با کرونا دفاع کرده. حسن روحانی گفته دولت اقلام مورد نیاز مردم شامل مواد غذایی و بهداشتی را تامین کرده، در حالی که در شهرهای اروپایی قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی شده. او همچنین مدعی شده که دو استان قم و گیلان از نقطه اوج بیماری عبور کردند. طبق آمار وزارت بهداشت از دیروز حدود 1200 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 147 نفر دیگر جان باختند. فرین حسین گزارش می‌دهد. حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت در سال 98 بدون ماسک. او گفت دولتش درباره کرونا با مردم صادق بوده. ما 30 بهمن فهمیدیم که کرونا آمده. یعنی آزمایشاتی که در قم بود آمد در تهران آزمایش شد و اون آزمایشات به ما نشون داد که مثبت. این شب چهارشنبه بود و صبح چهارشنبه در دولت اعلام شد و بعدم به مردم اعلام شد. ما یک روز تاخیر نکردیم، با اینکه خب دوم اسفند انتخابات بود، ما میتونستیم صبر کنیم سوم اسفند اعلام کنیم، این کار نکردیم. دولت روحانی بعد از انتقادهای عمومی مبنی بر پنهانکاری درباره آمار کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با موشکهای سپاه در مزان این اتهام قرار داشت که از شیوع کرونا در ایران مطلع بود، اما پیش از تظاهرات سالگرد انقلاب 57 در 22 بهمن ماه آن را اعلام نکرد. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت ایران، تا کنون 17361 نفر به کرونا مبتلا شدند. از این تعداد 1135 نفر جان خود را از دست دادند. 5710 نفر هم بهبود پیدا کردند. از جمله یک زن 103 ساله در سمنان. منابع بیمارستانی و بعضی از نمایندگان مجلس میگویند تعداد قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. یک اصول کاملا شناخته شده در تمام دنیا هست. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت هشدار داده که اگر شهروندان رعایت نکنند، ایران تا 2 ماه دیگر هم با ویروس کرونا درگیر خواهد بود. خودداری از حضور در خیابان و ارتباط افراد با یکدیگر از توصیه‌های او بود. اما به نظر می‌رسد این هشدارها برای بعضی هنوز جدی نیست. 2 روز مانده به عید، به رغم همه هشدارها، بعضی از شهروندان تهرانی راهی سفرند تا یا تحویل سال نو را در کنار خانواده‌هایشان در شهرستان سپری کنند یا تعطیلات نوروز را دور از خانه باشند. این هم تصویری است از مراسم چهارشنبه سوری در شهرک اکباتان تهران که به دست بی بی سی فارسی رسیده، یا اینجا در مشهد. در مقابل در آمل، بعضی شهروندان از داخل خانه و از طریق پنجره خانه هایشان چهارشنبه سوری را برگزار کردند و بعضی هم در خانه و با یک شمع. به نظر می رسد کرونا حالا ها مهمان ناخوانده ایرانی هاست. شاید عید امسال کم رنگ تر از همیشه باشد، اما امید به مقابله با کرونا در اشعار حاجی فیروز اینجا در رشت هم دیده می شود. فرین عاصمی، بی بی سی.
رهبر ایران با پیشنهاد قوه قضاییه برای عفو شمار نامعلومی از گروه‌های مختلف زندانیان موافقت کرده، از جمله زندانیان سیاسی و امنیتی با محکومیت کمتر از 5 سال. زندانیان جرایم نقدی و غیر عمد هم آزاد می شوند. همینطور زنان سرپرست خانواده، مبتلایان با بیماری های لاعلاج و بستگان افراد موسوم به ایثارگر. تعدادی از زندانیان هم که اخیراً به مرخصی رفتند به زندان بر نمی گردند. قوه قضاییه گفته که حدود 85,000 زندانی و نیمی از زندانیان امنیتی از این مرخصی بهره مند شدند. در این باره گفتگوی داریم با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی از پاریس. با ما آقای رحمانی، واکنش شما چیه به این تصمیم رهبر برای عفو گروهی از زندانیان؟ ببینید، این تصمیم تازگی نداره. در دوره آقای مأمور در مورد زندانیان امنیتی یا زندانیان سیاسی مدنی میگم، قبل از آقای لاریجانی این بود. 1995 این تصمیم شد، ولی آقای لاریجانی تمایل نداشت. یه نفر از خود قوه قضاییه اومده یک سری به اصطلاح وارد هستش به کار. ببینید، تحلیل وزارت اطلاعات اینه بعضی ها رو میشه بیرون کنترل کرد، لازم نیست زندان ها رو شلوغ کنیم. دهه 60 جمع‌بندی وزارت اطلاعات این بود که اگه زندانی ها زیاد بشوند، تو خود زندان تبدیل هم به موزل جهانی میشوند، هم به اصطلاح آموزش میبینن، ولی وقتی میشه بعضی ها رو بیرون کنترل کرد. البته که زندانی آزاد میشه اقدام خوبیه، ولی این که این مسئله در دوباره راه افتاده و توجه کسی که در قوه قضاییه است، خودش تجربه، رئیس قوه قضاییه تجربه طولانی در این مورد داره. نگرانی هستش در مورد اینی که کسانی که زندانیان سیاسی که بیشتر از 5 سال گرفتن هنوز در زندان هستن. وضعیت خانم ستوده نگران کننده است که گفتن که اعتصاب قضا کردن، و زندانیان دیگه ای مثل سام رجبی فعال محیط زیست که به زندان برگردونده شده، یا مثلا آتنا دائمی. ببینید، دو تا مسئله است. یکی این 5 سال که میگه رئیس قوه قضاییه، نظر دادستان چقدر مهمه؟ چون تعداد زندانیان کلان سیاسی هم خیلی زیادن، ما خیلی هاشون نمیشناسیم، در آبیش هستن، تو زندان فشارکوبی هستن، دستگیرهای آبان هستن، دستگیرهای دانشجو هستن، شما یه سری چهره های مشهور رو میشناسیم. خب این که میگه 50% اومدن مرخصی، این باید راست آزمایی بشه، خودش چیز خوبیه، ولی یه مسئله است. آیا این زیر 5 ساله ها هم مثلا باید نظر دادستان باشه؟ اون موقع سخت میشه، دادستان ها گاهی همچین اجازه نمیدن، معمولا این ماده بود قبلا. مسئله دیگه زندانی که بالای 10 سال زندان دارم، بالای 10 سال زندان هم این مبناست. آیا خب اینا خیلی زندان کشیدن، ها زندانشون 5 سال مانده، آیا چرا شامل این ماده نمیشن؟ به خاطر شما این سری ابهامایی داره. حالا باید رب جلو دید که چقدر ابهام زدوده میشه. ولی اصلا زندانی، شما دقت کنید به اتهام خانم آتنا دائمی، همه این زندانی ها نرگس محمدی، نسرین ستوده و بسیاری از زندانی های در آبش، اصلا جاشان زندان است، ولی حکمای بسیار بالایی گرفتن، یا برای حجاب، یا فعالان صنفی معلم، تمام اینا باید روشن بشه. ولی یه چیزی باید در نظر بگیرید، مسئله مهمتر درسته باید از زندان آزاد بشن، مسئله مهمتر این کنترل امنیتی است. کنترل امنیتی گاه در زندان صورت میگیره، گاه در بیرون زندان صورت میگیره. این مسئله جامعه ماست. شما میتوانی یه نفر آزاد کنی از زندان، ولی اون چنان دست پاشو ببندی که ناشارش یا بیاد خارج از کشور یا در داخل آرزو کنه دوباره بره زندان. این مسئله است. یعنی مسئله زندانیان امنیتی مثل مواد مخدر نیست، زندانی سیاسی، زندانی فعال مدنی، مسئلهش حیاتش در فعالیت کردنه. آیا این فعالیت کردن هم امکان داره؟ این است که یک اپ دادن یا آزاد کردن یک مرحله است و بعد کنترل های بد چطوری. اما مسئله مهمتر مسئله کرونا است. واقعیت اینه که این زندانی ها بایستی به اصطلاح یا مرخصی بعد خانه بهترین شکل برای قرنطینه شدنه، و این در حقیقت زندانی مشهور غیر مشهور نداره، همه شامل همه بشه، ولی هنوز نشده. ولی در مورد این عفو خواستم که توضیح دادم روندی چیست، چه سیاستی، آیا در به نوعی کنترل بیرون از زندان زندانی است که معمولا اینطوری بوده. یه آقای رئیسی آدم اطلاعاتی امنیتی و یه آدمی در قوه قضایی است، تحلیلاش هماهنگتر با وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی است تا آقای لاریجانی. خیلی ممنونم از اون تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی.
کشورهای زیادی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت‌های تازه رفت و آمد وضع کردند. اتحادیه اروپا مرزهایش را به روی غیر اروپایی‌ها بسته. بلژیک هم در قرنطینه قرار گرفته. با وجود اعلام طرح بزرگ کمک‌های مالی در آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، نگرانی از پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا باعث شده که بازارهای بورس در آسیا و اروپا امروز هم سقوط کند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. یکی از ورودی‌های آلمان به لهستان امروز. لهستان مثل سایر کشورهای اتحادیه اروپا مرزهایش را به روی اتباع سایر کشورها حتی اروپایی‌ها بسته است. در این تازه‌ترین محدودیت‌های رفت و آمد در اروپا گزارش شده صف اتومبیل‌ها اینجا به حدود 40 کیلومتر رسیده است. در پاریس دومین روز مقررات منع رفت و آمد. شرایط نظیر حکومت نظامی. بزرگترین دیدنی های توریستی شهر خالی از توریست. پاریسی ها هم باید برای بیرون آمدن از خانه دلیل خوبی داشته باشند که از سوی مقام های محلی تایید شده باشد. پاریسی ها تنها می توانند برای خرید مواد غذایی از خانه بیرون بیایند. آن هم تحت کنترل پلیس. اسپانیا هم تحت شدیدترین کنترل هست. این در مادرید و آنهایی که برای خرید مایحتاج بیرون آمدند. در صف بیرون فروشگاه افراد باید چند متر از یکدیگر دور بایستند. اما برای بعضی ها زندگی عادی ادامه دارد. این پیکی که غذا به خانه ها میبرد. دنیس مارتین که برای اوبر کار میکند میگوید بدون کار کردن اموراتش نمیگذرد. دو کودک او در ونزوئلا هستند و وابسته به پولی هستند که او برایشان میفرستد. در ایتالیا که شاهد شدیدترین مورد گسترش بیماری در اروپا بوده تاکنون 31,000 نفر به این بیماری مبتلا شدند و 2,500 نفر جانشان را از دست دادند. پاپ امروز از طریق ویدیو از مردم خواست برای شفای بیماران و پایان این بلای جهانی دعا کنند. پاپ همچنین برای پرستارها و دکترها در بیمارستانها که در خط مقدم این مبارزه هستند دعا کرد. اما ایتالیایی ها در خانه هم بیکار ننشستند. این تلاش آنها برای بالا نگه داشتن روحیه هایشان در این شرایط دشوار و خطرناک. در آمریکا حالا معلوم شده که در تمام 50 ایالت این کشور موارد تایید شده ابتلا به ویروس کرونا دیده شده. مقام های آمریکا قول کمک اقتصادی بزرگی دادند برای نجات اقتصادی کشور. کمک های به ارزش سرانه $1,000 برای آمریکایی ها. چیزی که بازارها به آن توجهی نکردند. بازارهای سهام لندن و فرانکفورت 5% امروز تا کنون کاهش داشته و بازارهای آسیا هم سقوط کردند. علارغم کمک‌های مالی که دولت‌ها می‌گویند به ارزش $1 تریلیون برای نجات اقتصاد جهانی وارد بازار می‌کنند. کسرانجی بی بی سی. فرانچسکو بکیس گزارشگر نشریه لفورمیکه از روم با ماست. خانم بکیس، شما مدل ایتالیایی برای مقابله با کرونا رو چطور دیدی؟ چقدر به نظرتون تا حالا جواب داده؟ شما خودتون دارید امروز از خونه کار میکنید و به هر حال مدل ایتالیایی یه مقداری متفاوت بوده با جاهای دیگه‌ای مثل بریتانیا که هنوز به اون نقطه نرسیده. روز شما بخیر. شاید الان یه خورده زود باشه که بخوایم یک ارزیابی نهایی داشته باشیم از این وضعیت، چون بعد میدونیم که ایتالیا اولین کشور بوده که چنین روی کرده خیلی سختگیرانه ای رو اعمال کرده و بعد ببینیم که بقیه کشورهای اروپایی هم دارن همین مدل ایتالیایی رو دنبال میکنن. تا این لحظه بیلان کار، تراز کار خیلی مثبت نیست، چون میدونیم که اقتصاد کشور به شدت ازش لطمه دید. این بلوکه کردن تمام رفت و آمدها و فعالیت‌های اقتصادی از یک طرف و بعد شمار کشته‌ها که روز به روز داره بیشتر میشه در سه روز اخیر
بیش از 1000 نفر جون خودشون از دست دادن و بیشتر اینها در شمال ایتالیا بودن، در منطقه لومباردی که بیشترین رنج رو برده از این وضعیت اضطراری. و همچنین در شرایطی هستیم که از نظر سیستم یا نظام بهداشت و درمان کشور تحت فشار زیادی هستیم و در یک وضعیت به شدت اضطراری هستیم. با این روند افزایش شمار مبتلایان دیگه نمیتونیم که اینها رو در واحدهای به اصطلاح ICU و تحت تنفس به اصطلاح مصنوعی قرار بدیم. فشار بسیار زیادی هست روی بیمارستان‌های ما. از طرف دیگر این درسته که خیلی از کسانی که الان فوت میکنن کسانی هستن که شاید 7-8 روز پیش، چند روز پیش این ویروس رو دریافت کرده باشن و آلوده شده باشن، بنابراین شاید این قرنطینه ها جواب داده باشه ولی هنوز تأثیرش رو نمیتونیم به طور ملموس احساس کنیم. دولت یک اقدامات جدیدی رو اعلام کرده، از اینکه از جمله اینکه گفته که شرکت ها اجازه ندارن که کارمندانشون رو اخراج کنن. چقدر این نگرانی ها رو کم کرده برای کسایی که در کسب و کارهایی هستن که تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته؟ دولت ایتالیا یک فرمان جدیدی رو ثابت کرده که 25 میلیارد یورو اختصاص داده برای حمایت از اقتصاد کشور و به ویژه بیزنس ها، کسب و کارهای کوچک و متوسط که بیش از همه دارن از تاثیر اقتصادی این ویروس و از قرنطینه رنج میبرن و لطمه میبینن. طبیعتاً این یک پدیده موقت هست، یک سری تدابیر مالی اندیشیده شده که مثلا کمک کنن به شرکت ها برای اینکه حقوق افراد رو بتونن پرداخت کنن همچنان، اما متاسفانه باور عمومی بر این هست که این مبلغ کافی نخواهد بود و نیاز به فرمان های جدید، بودجه جدید خواهد بود و ما نیاز به انعطاف پذیری بیشتری خواهیم داشت از جانب اتحادیه اروپا. شما فراموش نکنید که وقتی یک کشور عضو اتحادیه اروپا هست اجازه نداره که بیش از یک حدی کسر بودجه داشته باشه، بنابراین باید که در این معیارها تجدید نظر کنن، چون این مشکلی خواهد بود که در فرانسه هم خواهیم داشت، در آلمان هم خواهیم داشت و اونها هم میخوان که وضعیت رو اعلام کنن که در عمل این موانع اتحادیه اروپا رو زیر پا بگذارن چون چاره دیگری ندارن. ممنونم ازتون. آقای فرانچسکو بکیس، گزارشگر نشریه لفورمی که از روم با ما. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. رئیس جمهوری ایران با دفاع از عملکرد دولتش در مقابله با کرونا میگوید نیازهای اولیه و بهداشتی مردم تامین شده و شرایط در تهران بهتر از پایتخت‌های اروپایی است. اتحادیه اروپا مرزهایش را به روی غیر اروپایی ها بسته. بلژیک هم تحت قرنطینه سراسری قرار گرفت. در ادامه برنامه. کسانی که در قرنطینه هم شاد هستند و به دیگران امید می دهند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور ثبت نشده. دولت همچنین کار ساخت یک بیمارستان ویژه برای بیماران مبتلا به کرونا را در ولایت هرات آغاز کرده. در هرات بیشترین آمار ابتلا به این بیماری ثبت شده. از طرف دیگر تلاش‌ها برای آگاهی دادن به مردم بیشتر شده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. در خیابان‌های کابل علیه کرونا، دکتران شفاخانه خصوصی با مردم میگویند که چه کنند و چه نکنند تا از کرونا دور باشند. دوستان عزیز، ضرورت اوپسی قلادان به هکشی شفا در عقب دوستای دانند. امکان در از دران مصاب نمیشیم، دوستای تا مصاب باشیم. لطفاً دور باشین از همدیگر و دو متر فاصله را بگیریم. آگاهی دهی و مبارزه با گسترش ویروس کرونا طی روزهای گذشته کم نبوده. در کابل و ولایت ها نوروز نزدیک است، لطفاً از اجتماع در روز نوروز خودداری کنید. شما که یکی از بزرگترین نوع‌های سرایت ویروس کرونا همین تجمعات است. قسم شما خبر داریم دولت افغانستان حتی ملی گل سرخ در مزار هم ممنوع قرار داره. میله گل سرخ در اینجا
روزهای خلوت مزار سخی، زیارتگاه منصوب به حضرت علی، امام اول شیعیان در شهر مزار شریف، پایتخت نوروزی افغانستان. گفته شده برای اولین بار پس از ایجاد این زیارتگاه، تصمیم گرفته شده مراسم مشهور تجلیل از نوروز در مزار شریف برگزار نشود، مثل کابل و دیگر ولایت ها. کرونا اقتصاد نوروزی مزار شریف را هم بیمار ساخته. مسافران نوروزی نیامدند و کاهشی 90% در بازار فروش. هتل ها و رستوران ها که سالهای گذشته در این وقت سال پر از مهمان بود، حالا تقریبا خالی است. ما به خاطر نوروز خیلی آمادگی های خوبی داشتیم، غذاهای خوبی برای مشتری ما تنظیم کرده بودیم، دیکور دیزاین اینجا را تنظیم کرده بودیم چون مشتری ما بیاین و نوروز تجلیل کنن و لذت ببرن. اما به خاطر مرض کرونا یک مشکل بزرگ پیش آمده که مشتری ها نمیاین. جدا از پیامدهای منفی اقتصادی و نگرانی ها، خبرهای خوبی هم در رابطه با افرادی که به این بیماری مبتلا شدن شنیده میشه. مثلا به گفته مسئولین وزارت صحت عامه، اولین نفری که کرونا گریبان گیرش شد حالا بهبود یافته. هیچ مورد مرگ هم گزارش نشده و تعداد افراد مبتلا هم بسیار کم است نسبت به بسیاری از کشورها، 22 نفر. اما شماری نگران هستند که این عدد 22 امکان دارد بیشتر باشد و مردم و یا حتی مسئولین از آن خبر نداشته باشند. در تخار شمال کشور نه تنها یک مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا ثبت نشده که حتی از قضیه مشکوک هم گزارشی نشده. با این حال به نظر می رسد مبارزه با آن جدی گرفته شده. کمیته جلوگیری از گسترش کرونا در این ولایت مکانهای عمومی از جمله حمامها و هتلهای عروسی را بستند. به آرایشگاه ها توصیه شده که موارد ایمنی و صحی را در نظر بگیرند. ماسک و دستکش هم توضیح شده. در برخی نقاط شهر هم امکانات برای شستشو گذاشته شده. این روزها بسیاری افغان ها با توصیه به جدی گرفتن مبارزه با گسترش این ویروس میگویند با کرونا شوخی نمی شود. علی حسینی، بی بی سی، کابل. در آمریکا در تازه ترین دور رقابت‌های حزب دموکرات برای تعیین نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری، جو بایدن در هر سه ایالت فلوریدا، ایلینوی و آریزونا با اختلاف زیاد در برابر سناتور برنی ساندرز پیروز شد. به این ترتیب شانس آقای بایدن برای رسیدن به نامزدی حزب و رقابت با دونالد ترامپ بیشتر شده. برای صحبت بیشتر در این باره خبرنگار ما هادی نیلی از واشنگتن. ماماس هادی، به نظر میرسه که دیگه شانسی نداره آقای ساندرز برای اینکه بخواد آقای بایدن رو کنار بزنه و رقیب دونالد ترامپ بشه در انتخابات. هرچی جلوتر میریم بعیدتر میشه احتمال اینکه برنی ساندرز سناتور چپگرا بتونه این فاصله ای که با جو بایدن پیدا کرده، معاون اول باراک اوباما در دوره ریاست جمهوریش، این فاصله رو جبران بکنه. الان همچنان به طور ریاضی و روی کاغذ غیر ممکن نیست که برنی ساندرز باز هم بتونه نامزد حزب بشه، ولی خیلی خیلی بعید شده، به خصوص که جو بایدن در ایالت‌هایی که در دور قبلی انتخابات دونالد ترامپ تونست از هیلاری کلینتون پیشی بگیره و تعیین کننده بود در پیروزی او علیه هیلاری کلینتون، به خصوص که در اونها جو بایدن وضع بهتری داره و هر چقدر هم پیش میریم این در واقع ادامه پیروزی‌های آقای بایدن تکرار میشه. هرچند برنی ساندرز امیدواره که با موندن در رقابت‌ها بتونه بر شعارها و برنامه‌های حزب که شاید نامزد نهایی حزب جو بایدن باشه، بر برنامه‌های او تاثیر بگذاره که اگر او تونست پیروز بشه جلوی دونالد ترامپ، برنامه‌های دولت آینده و رئیس جمهور آینده رو تاثیرگذار بوده باشه برش. به هر حال این صحنه یک صحنه ملی هست و حضور در اون به برنی ساندرز و حامیانش و شعارهایی که دارن، شعارهایی که به گفته خودشون برای یک انقلاب سیاسیه و صرفاً یک رقابت انتخاباتی نیست، شاید به این شعارها کمک بکنه. کما اینکه دور قبلی هم که با هیلاری کلینتون رقابت میکرد، تا مجمع ملی حزب برنی ساندرز در صحنه باقی موند و شعارهای خودش رو داد و تونست تا اندازه هم بر چهره حزب دموکرات و برنامه‌هاش تاثیر بگذاره، قدری سیاست‌های چپ‌گرایانه را در حزب تقویت بکنه. هرچند همین الان هم جو بایدن که معمولاً چهره میانه حساب می‌شد در دموکرات‌ها،
بعضی سیاست‌های چپگرایانه برنی سندرز رو داره تایید می‌کنه، اونها رو در شعارهای خودش میاره. به این ترتیب تا اینجا با وجودی که جو بایدن جلو هست، ولی حرف‌های برنی سندرز هم تا اندازه زیادی به گوش هواداران حزب دموکرات و کسانی که ممکنه که در دور بعدی در انتخابات ریاست جمهوری پاییز سال 2020، یعنی همین پاییزی که پیش رو هست، شرکت بکنن، به گوش اونها رسونده. صدای خودش رو الان دیگه دموکرات‌های حامی جو بایدن انتظار دارن که هر چه زودتر بتونن انرژی و توان حزب و حامیانش رو پشت سر جو بایدن متمرکز بکنن که بر شکست دادن دونالد ترامپ به زعم اونها متمرکز بشه، بر برنامه اصلی حزب که اون همین هست که دونالد ترامپ دوره دوم رئیس جمهور نباشه. از طرفی انتخابات مقدماتی در این ایالت‌ها در حالی برگزار شد که بحران کرونا هم در آمریکا بالا گرفته. همینطور قبول اساساً در 4 ایالت برگزار بشه. یکی از ایالت‌ها اوهایو اعلام کرد، فرماندار جمهوری‌خواه اعلام کرد که با توجه به شرایط ایالت اجازه نمیده که برگزار بشه و اون رو به اوایل تابستون انداخت. در 3 ایالت دیگر هم به وضوح تعداد شرکت کنندگان کمتر بود، تعداد دموکرات‌هایی که اومدن پای صندوق‌های رأی درون حزبی عده خیلی کمتری بود. مشکلاتی در برگزاری بود چون خیلی از ناظران صندوق‌ها، برگزارکنندگان انتخابات، خودشون به خاطر بحران شیوع کرونا خانه نشین شده بودند. خیلی ممنونم ازت هادی نیلی از واشنگتن با ما. در میانه اخبار تیر و تار و ناراحت کننده ای که شیوع کرونا با خودش آورده، روزنه‌هایی از خبرهای مثبت و روحیه پخش هم دیده میشه. در سراسر جهان بسیاری از مردم میکوشن که به رغم شرایط جدید خودشون رو شاد کنند. نگاهی بندازیم به این روزنه‌های امیدوار کننده. که با بی بی سی فارسی هم رستیم.